سلامی گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران و یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم آماده دیدن این برنامه باشید و اوقات خوشی رو هم پشت سر گذاشته باشید. برنامه امشب اختصاص داره ابتدا به اخباری از کارگران دستگیر شده اول ماه مه و کارگران زندانی. بعد از اون یکی دو گزارش هست، یکی از احسان اکبری و دیگری از فریدون رضایی که از فعالین سازمان جوانان حزب کمونیست کارگر ایران هستن و برای این سازمان فرستادن. گزارشات جالبی هست از اعتراضات پولیکریل و کارگران در اصلویه و همینجور اخباری از اعتراضات کارگری. ابتدا در رابطه با دستگیر شدگان اول ماه مه صحبت میکنیم. همونطور که میدونید جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی کارگر و در مراسم های این روز تعدادی از فعالین کارگری رو دستگیر کرد. دو تن از این دستگیر شدگان همچنان در بازداشت حکومت اسلامی باقی موندن، یکی جعفر عظیم‌زاده و دیگری جمیل محمدی است. اینها دو نفر از رهبران کارگری، چهره‌های محبوب در میان کارگران و از رهبران تومار 40,000 امضا هستند، از دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی در نیمه شب دهم اردیبهشت دستگیر شدند. علت دستگیریشون هم جلوگیری از تجمعی بود که از طرف هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضا که این دو کارگر هم از جز اون 6 نفر هستند به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل وزارت کار داده شده بود. جمهوری اسلامی از نگرانی که یک چنین تجمعی به پا بشه و مردم به اون وسیله بپیوندن، در واقع این دو رهبر کارگری رو دستگیر کرد. دلیلش هم اینه که خاصیه که خاص نه تنها اون 40,000 کارگری که امضا کردن، بلکه خاص کل کارگران و کل جامعه است به طور واقعی. به گزارشی که تو سایت اتحاد هست، تو همون اولین ملاقات کوتاهی که این دو فعال کارگری بعد از دستگیری با خانواده هاشون داشتن، اونا ضمن محکوم کردن ممانعت برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر، قاطعانه حمایت خودشون رو از تومار 40,000 کارگر برای خواست افزایش دستمزد و لغو مصوبه دولت مبنی بر تعیین حداقل دستمزد 608,000 تومان رو که چندین بار زیر خط فقره اعلام کردند و مبارزه بر این خواست و برگزاری روز جهانی کارگر رو حق مسلم کارگران دونستند. اکنون اتفاقی که افتاده اینه که کارگران امضا کننده تومار 40,000 امضا از کارخونجات مختلف با تاکید بر خواست افزایش دستمزدها و در حمایت از جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی بیانیه‌های پرشوری دادن که به این شکل کارزاری به راه افتاده که یک سرش در ایرانه و سر دیگهش در سطح جهانی. بیانیه‌های تو همین مدت از سوی جمعی از کارگران در کرمانشاه، در سنندج، از کارخانجات نساجی کردستان، شاهو و پریز و همینطور جمعی از کارگران خودروساز شاغل در ایران خودرو و سایپا و جمعی از کارگران کرج استان البرز و همینجور کارگران بوشهر این بیانیه ها رو دادن و بدین شکل اعتراض علیه دستگیری این دو رهبر کارگری داره گسترش پیدا میکنه و همونطور گفتم کارزاری حول اون شکل گرفته. این کارزار در واقع ادامه کمپین و مبارزه علیه تصویب دستمزدهای 608,000 تومانی و خواست پس گرفته شدن این تصمیم و افزایش فوری دستمزدهاست و هر روز تعداد بیشتری از امضا کنندگان تومار 40,000 امضا به اون میپیوندند. این کارزار در واقع بحث بر سر معیشت و زندگی کارگران و کل جامعه است. بحث بر سر اینه که در کنار دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها هم تو دستور کار دولت قرار گرفته و این معیشت و زندگی کارگران و کل جامعه رو به خطر انداخته و یک شوک قیمتی رو تا همینجا در پیش داشته. و مسئله دیگه اینه که بحث بر سر بی‌تأمینی مطلق کارگران و همه مردمه که نه
بیمه درمانی هست، نه بیمه تحصیل برای بچه های ما هست، نه بیمه بیکاری هست و هیچ حق و حقوقی نیستش. و به این ترتیب میبینیم که جوهر اصل این کارزار معیشت و زندگی ما مردم هستش. به همین دلیل مهمه که وسیعاً به امضا کنندگان تومار 40,000 کارگر با پیوست، با خواست افزایش فوری دستمزد، با لغو مسبب دولت که 608,000 تومان رو به عنوان حداقل دستمزد، حتی از اون خط تورمی که خودشون هم اعلام کردن پایین تره اعلام کردن با این مسبب پس گرفته بشه. و همینطور خواهان آزادی این دو رهبر کارگری جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی بشیم. در واقع این کارزار، این کمپین میتونه مقدمه و شروعی باشه، یعنی یه دور جدیدی باشه از اعتراض برای آزادی نه تنها این دو فعال کارگری، بلکه برای آزادی همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان و همینطور دفاع از زندگی و معیشتمون و حقوق پاییمون مثل حق تشکل، حق اعتصاب، حق اجتماع کردن برای کل جامعه. به هر شکلی که فراخوان ما اینه، به هر شکلی که میتونید به این حرکت و اعتراض بپیوندید و یک راه عملی پیوستن به این حرکت و اعتراض در واقع پیوستن به این 40,000 امضاست. و در این حال میتونید هر جا که هستید، تو هر تجمع و اعتراضی که هستید، یک خواست فوری، خواست افزایش فوری دستمزدها باشه، خواست لغو مسبب دولت مبنی بر 608,000 تومان دستمزد باشه و آزادی دو رهبر این حرکت، جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشه. جا داره که اینجا به یکی دیگه از کارگران زندانی اشاره کنم، بهنام ابراهیم‌زاده، که بعد از 4 سال و شکنجه دوباره به انفرادی 209 منتقل شده و زیر فشار رژیم اسلامی قرار داره. اون احتیاج به حمایت فوری ما داره و بنابر آخرین خبرهایی که منتشر شده تو این دوشنبه که بنابر روزهای معمول ملاقات خانواده اون رفته بودن به اون جواب ندادن و خانوادهش موفق نشدن هیچ خبری از بهنام بگیرن و خانوادهش صحبت از این میکنن که گویی بهنام مفقود شده و این خطرناک هستش. و به همین دلیل مهمه که همراه خانواده بهنام ابراهیم زاده جمع بشیم جلوی مراکز جمهوری اسلامی و خواهان آزادی فوری بهنام بشیم. بهنام ابراهیم زاده توی حمله وحشیانه که رژیم اسلامی به بند 350 کردش، ابتدا همراه تعداد از زندانیان سیاسی به بند 240 منتقل شد، انفرادی های 240، و اونجا مدتی در اعتراض به این وضعیت و سرکوبی که شده بود در اعتصاب قضا بود. بعد از اون رو در 11 اردیبهشت به بند 350 برگردوندن و بعد از 2 روز دوباره اون رو به انفرادی 209 زیر بازجویی بردن. خلاصه همه شواهد حاکی از اینه که وضعیت بهنام نگران کننده است. اخبار مربوط به بهنام ابراهیم زاده در تو سطح جهانی انعکاس بدیم. تلاش بکنیم که حمایت وسیع بین‌المللی را از او جلب کنیم، به هر شکلی که میتونیم به حمایت اون بلند بشیم، خواستار ملاقات فوری خانواده بهنام با اون بشیم و خبرگیری از وضعیت این کارگر بشیم و به این شکل خواهان آزادی فوری بهنام بشیم و نگذاریم اینجوری در خفا زندانی رو از بین ببرن. ما تجربه تلخی داریم و این بسیار بسیار این مسئله همونطور که گفتم نگران کننده استش. اما تو همین مدت گفتم بیانیه‌های از جمعی از کارگران از دستگیر شدگان اول می و کارگران دستگیر شده جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی صادر شده. به طور مثال بیانیه جمعی از کارگران از کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و لوله سازی صافا و کارگران شهر صنعتی کاوه و مامونیه و شهر صنعتی عراق بیانیه مشترک دادن.
که در قسمتی از اون گفته میشه خواسته اصلی این دو نفر اجرای بیچون و چرای کامل ماده 41 قانون کار در سال 93 و ایجاد تشکل مستقل کارگری میباشد که خواسته و مطالبه ما همه کارگران است. ما کارگران استان مرکزی ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی اعلام میکنیم تا زمانی که این دو نفر و همه کارگران زندانی آزاد نشوند، تا زمانی که در مصوبه مزد 93 تجدید نظر نشود و ماده 41 قانون کار به طور کامل اجرایی نشود، تا زمانی که آقای روحانی فقط وعده و وعید میدهد و با این وعده نه تنها دستمزد ما افزایش نمییابد و جلو بیکاری گرانی و تورم گرفته نمیشود، بلکه به صورت بی سابقه و بی شرمانه این مزد کاهش و همه کالاها افزایش مییابد، ما کارگران حق خود میدانیم از این پس در لحظه و زمان با تحسن، تجمع، اعتصاب در محل کار و در مقابل ادارات کار، مجلس، وزارتگاه و ریاست جمهوری فریاد بلند خود را به گوش مسئولان نظام جمهوری اسلامی برسانیم. کارگران سنندج و کرمانشاه در این مورد بیانیه دادن که در قسمت از بیانیهشون اومده مسئولین قضایی به جای رسیدگی به قانون شکنی های دولت در وزارت کار در زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار که عملا میلیون ها نفر خانواده کارگری را به فلاکت کشانده، کارگران را به خاطر حق خواهی و پیگیری مطالباتشان بازداشت و زندانی می کند و این نمونه آشکار ضدیت با کارگران است. ما کارگران امضا کننده تومار در شهرهای سنندج و کرمانشاه ضمن محکوم کردن دستگیری و ادامه بازداشت دوستانمان اخطار می دهیم که هزاران کارگر امضا کننده تومار اعتراضی برای افزایش دستمزد از این عمل غیر انسانی وزارت اطلاعات و سیستم قضایی خشمگین بوده و خواستار آزادی بدون قید شرط این دوستان می باشیم و اعلام می کنیم چنانچه این دو تن از هماهنگ کنندگان تومار هر چه سریعتر آزاد نکردن خود را برای ابراز اعتراض محق می دانیم و عواقب ناشی از ادامه بازداشت این کارگران مستقیما متوجه مسئولین قضایی و اطلاعاتی است. همینطور جمعی از کارگران خودروسازی ایران خودرو سایپا انزجار خودشون اعلام کردن و ضمن تاکید بر همین نکاتی که در این دو بیانیه که خوندم هست گفتن که هم صدا با دیگر هم طبقه هایمان با پرچم افزایش حداقل حقوق 2.5 میلیون تومانی و سایر مطالبات انباشته خود به مقابله با برپا دارندگان فلاکت موجود به مقابله خواهیم پرداخت. و همینطور جمعی از کارگران کرج استان البرز بیانی دادن تحت عنوان خانواده و فرزندان کارگران چشم براهن کارگران زندانی را آزاد کنید. بله گفتن، بله گفتن که کارگران را زندانی نکنید. بحثشون اینه خانواده و فرزندان کارگران چشم براهن کارگران را زندانی نکنید. تأمین معیشت و منزلت تعطیل بردار نیست. هرچی فریاد میزنیم انگار گوش شنوا نیست. و بعد دوباره آخرش تاکید کردم ما کارگران امضا کننده تومار اعتراضی به دستمزد خشونت و سرکوب و زندانی کردن کارگران در روز اول ماه مهر را محکوم میکنیم. خواهان هرچه سریعتر آزادی کارگران زندانی و دو تن از امان کنندگان تومار اعتراضی به دستمزد آقایان جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی است. و به این شکل باز بیانیه هست از کارگران بوشهر در حمایت از جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی که اونها هم باز بر همین مسئله تاکید کردن. گفتن ما کارگران شرکت های مختلف بوشهر از جمله شرکت صدرای بوشهر، شرکت سیمان دشتستان، شرکت های صنعتی خوشاب دشتستان و اصلوی خواستار متوقف شدن این اقدام ناشایست هستیم و اعلام می‌داریم ادامه بازداشت این بزرگان بیش از این ضربه‌ای به اعتقاد راستین عزیزان بزند باعث بی‌اعتباری حاکمانی می‌شود که ادعای دفاع از حق و طبقه آسیب پذیر را دارن و ماهیت خود را نمایان می‌کنند. لذا خواهان آزادی هرچه سریع‌تر این دوستان و همچنین سایر کارگران زندانی هستیم. در سطح بین‌المللی هم ما شاهد حمایت هایی هستیم از کارگران زندانی، از جمله اتحادیه سجده بخش بسانگون دستگیری کارگران در ایران رو محکوم کرده و خواهان آزادی جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی و دیگر کارگران زندانی شده و اسامی کارگرانی که اعلام کرده گفته بهنام ابراهیم‌زاده، رضا شاهبی، یوسف آبخرآباد، محمد مولانایی، واحد سیده، وفا قادری،
قالب حسینی، خالد حسینی، محمد کریمی، جمال میناشری و محمد باقری، رسول بوداقی، محمد داوری، مهدی فراهی، شاندیز، عبدالرضا قنبری، علی باقانی، محمود بهشتی، لنگرودی و علی رضا هاشمی از کانون معلمان ایران. و به این شکل انزجار خودش رو از سرکوبگری های جمهوری اسلامی اعلام کرده. همطور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری در نامه به حسن روحانی دبیر کل این کنفرانس نامه داده و اعتراض کرده. این نامه از طرف شارون بارون هست که شارون بارون دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری هست که گفته ما نیز به سهم خود برای گفته با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالین کارگر از جمله جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی و اشاره به وضعیت برخی از فعالین کارگر زندانی مانند شاهرخ زمانی، محمد جرایی، بهنام ابراهیم‌زاده و رضا شهابی خواستار آزادی همه کارگران زندانی از زندان شده. و ما مثل کمپین برای آزادی کارگران زندانی مسئله رو دنبال می‌کنیم، همچنان تلاش می‌کنیم صدای کارگران زندانی در سطح جهانی باشیم. در همین 23 ماه می کنفرانسی است در برلین آلمان، لیبر استارت این کنفرانس رو برگزار میکنه. اتحادیه کارگری دعوت شدگانی از اتحادیه کارگری در سطح جهانی هستند، ما هم اونجا هستیم و سعی میکنیم صدای اعتراض کارگران ایران باشیم، صدای کارگران زندانی باشیم و عکس این کارگران رو در دست داشته باشیم و این رو انعکاس جهانی بدیم. و همینطور در سازمان جهانی کار ILO شرکت میکنیم مثل هر سال، و اونجا هم باز با خواست اینکه جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار ILO اخراج بشه و با در دست گرفتن عکس کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، خانه آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان میشیم. اما اجازه بدید، به هر حال هم تو گفتم این یه عرصه مهم مبارزه است و انتظار ما اینه که وسیع به این حرکت و اعتراض باید پیوست، به تومار 40,000 کارگر باید پیوست و به خواست آزادی فوری دستگیر شدگان اول می و همه کارگران زندانی و دفاع از این کارگران، دفاع از حق تشکل، حق تجمع، حق اعتراض و زندگی و معیشت ماست. وقت زیادی از برنامه باقی نمونده و نکات فراوان، بنابراین اجازه بدید که برم سراغ یک دوتا گزارشی که اینجا اشاره کردم. یک خبر بسیار دردناکی هست از ترکیه که در پی انفجار معدن در ترکیه در غرب ترکیه و آتش سوزی، پس از اون چندین کارگر کشته شدند و چند صد نفر زیر زمین گیر افتادن که گفته میشه حدود 400 معدنچی در عمق 2 کیلومتری زمین محبوس شدند. حدس بر اینه که 580 کارگر در زمان انفجار در معدن بودند، ولی خیلی از اونا نتونستن از مخمصه بگریزن. میبینید که در هر جایی سرمایه‌داری چطوری از کارگران قربانی میگیره و چه به سر کارگران میاد. گفته میشه که این اولین بار نیست، 22 سال پیش هم در حادثه‌ای در زنگولداغ در شمال این کشور 270 معدنچی کشته شدند. واقعا گویی یک جنگه. 580 کارگر تو این معدن کار کردن، 400 کارگر محبوس شدن. این آمار دقیق وجود نداره و به این شکل جنایتی در چنین ابعاد. که دوست عزیزی از ترکیه خبر امروز رو اطلاع داده، امروز چهارشنبه است که این برنامه رو من تهیه میکنم و فردا پخش میشه، گفته که به دلیل گسترش سریع خبر کشته شدگان کارگران معدن و ناپدید شدن 400 تن در زیر زمین در ترکیه، جهت ظاهرسازی عزای نیمه عمومی دولت اعلام کرده و در بعضی مناطق پرچم به حالت نیمه افراشته در اومده. جلوی درب اداره خصوصی سازی در آنکارا همچنان امروز هم مثل 34 روز گذشته کارگرانی که کارشون رو از دست دادن تجمع داشتن و به حالت سمبولیک سبد گل سیاه رنگی را به همراه یک نوشته به داخل ساختمان فرستادن که بعد از مدت کوتاهی مامورین با بی احترامی از بالای نرده های در حیات آن را پایین انداختن.
یکی از اعضای سندیکا و دو تن از کارگران هنگام گفتگو به این فاجعه اشاره کردند که به دلیل وجود صدها کارگر سیاه و بدون بیمه دولت و شرکت‌های خصوصی از دادن هر گونه آمار صحیح تلفات و تعداد کارگرانی که هنوز در زیر زمین گیر افتادن خودداری می‌کنند و در میان این کارگران حدود 50 تا بیشتر کودک 13 ساله تا 15 ساله هم وجود دارم. اعتراضات از صبح امروز در این شهر در جریان است که تا از ادامه داشته. سندیکای کارگری فردا را اعتصاب عمومی اعلام کردند. واقعا خبر تکان دهنده هست و جا داره که کارگران در ایران، تشکلهای کارگری، مراتب همدردی خودشون رو با هم طبقه های خودشون در کشور ترکیه اعلام بکنن. بسیار تکان دهنده است و میبینیم که سودجوی سرمایداری چگونه کارگران رو به قتل میرسونه و جنایت در چنین ابعادی به راستی تکان دهنده است. از اتاق فرمان میخوام به من اطلاع بدن که چقدر از وقت برنامه باقی مونده که من بتونم به سراغ یک دو گزارشی که دارم برم. بله 10 دقیقه باقی مونده. بسیار خوب، گزارشی هست از فریدون رضایی از ایران. تشکر میکنیم از فریدون رضایی و همینجا از دیگر کارگران و دوستان عزیز بیننده این برنامه تقاضا میکنم شما هم گزارشات خودتون از محیط کارتون بفرستید، از اعتراضاتتون بفرستید و بگذارید که اخبار شما تو سطح جامعه انعکاس پیدا کنه. فریدون رضایی مینویسه: در تجربیات زندگی خود و آنچه که راجع به وقایع اردوگاه های کار اجباری خوانده و شنیدم، تنها میتوانم بگویم اردوگاه های کارگری منطقه ویژه پارس جنوبی چیزی بیشتر از اردوگاه‌های کار اجباری هیتلر نداشته باشد، قطعاً کمتر از آن هم نیست. کسانی که از کلنگ آغازین منطقه گازی پارس جنوبی در احداث و بهره برداری از این پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به نحوی از آنها نقش داشتند، از اصلویه تا نخل تقی و بندرکنگان به خوبی واقفند که گزارشی که می‌دهم تا چه حد سندیت دارد. فقط کارگرانی که سوله‌های خوابگاهی کمپ کرمانشاهان را حداقل یک روز تجربه کرده باشند، ژرف‌نای تلخ این گزارش برایشان ملموس است. به راستی چرا هیچ کس تاکنون آنطور که باید حامی حقوق بردگان غیررسمی این منطقه به اصطلاح ویژه نبود و نیست؟ مثلا چرا نشت گاز در فازهای 6 و 7 و 8 که منجر به مرگ دست جمعی 33 نفر از کارگران شد و خودکشی جمعی 3 کارگر سال گذشته در فاز 19 شرکت بلند طبقه و موارد بیشماری از این دست این گونه غیر انسانی بیشرمانه در سکوت خبری مانده است؟ این گزارش از منظر وضعیت وخیم بهداشتی و شرایط فلاکتبار کار و محیط کاری در پروژه در دست ساخت فازهای 24, 23, 22 پالایشگاه گاز کنعان ارائه می گردد. اردوگاهی کارگری شامل چندین هزار انسان که در اینجا با وحشیانه ترین شیوه های استثمار به کار گرفته شدند. امید است این گزارش تلنگری باشد هرچند ناچیز بر پیله این خفقان خبری. اولین مبحثش وضعیت بهداشتی. رسیدگی پزشکی بدون اغراق میتوان گفت در سراسر این پروژه به غیر از یک پزشک عمومی مستقر در کمپ خوابگاهی در واحدهای بهداری همه شرکت ها از پتروسینا آریا به عنوان کارفرما گرفته تا شرکت های تابع همچون محمدیان، چاد، پتونیا، پایندان، تنانیر، دریا ساحل و پیمانکاری های خرد با بسبان ها پزشک تمام وقت و حتی پاره وقت استخدام نشده است. البته همه این شرکت ها نام یک پزشک عمومی را به عنوان پزشک قراردادی آن هم فقط روی کاغذ جهت حفظ ظاهر در چنته دارند. پزشکی که هفته یک ساعت نیست در محل کار خود حضور ندارد. در مورد دارو و نحوه توزیع آن نیز باید گفت به غیر از وسایل ابتدایی پانسمان و چند بسته مسکن، داروی دیگری حتی در بهداری ظاهرا مجهز کمپ خوابگاهی موجود نیست. من معمولا بیماران میبایست نسخه هایی را که پزشک کمپ برای آنها تجویز میکند از داروخانه های بندر سیراف و کنگان دریافت کنم. رسیدگی و نحوه برطرف کردن سوانه و حوادث در این پروژه بسیار سهل‌انگارانه است، به طوری که اکثر حوادثی که رخ میدهد به دلیل کمبود تعداد آمبولانس ها
مصدوم با وسایل نقلیه استیجاری، شرکت ها که فاقد هر گونه تجهیزات پزشکی است، نه به بهداری کارفرما بلکه مستقیما به بیمارستان شهرستان کنگان منتقل می شود و از آنجایی که تا کنگان حدود 50 کیلومتر مسافت وجود دارد، معمولا یا حال مصدوم بسیار وخیم می شود یا فردی که دچار سانحه شده جان می بازد. سهل‌انگاری و کمکاری در واحد در واحد HSE پتروسینا آریا و شرکت های تابعه در هر پروژه محدوده کاری پیشگیری از خطر و ایمانسازی محیط و همچنین بهداشت و نظافت محیط کاری بر عهده این واحد است. بدون قلوف تقریبا تمامی کانال هایی که در محدوده سایت حفاری شده فاقد نوار خطر، تابلو و گارد فلزی محافظ می باشد. سقوط های پی در پی کارگران و به ویژه کارگرانی که تو شیفت شب مشغول به کار هستند و نگهبانان حراست در این کانال ها گودال ها در پروژه 22-23-24 اتفاقی شایع است. و مسئله بعدی وجود گودال های مملو از فاضلاب در یونیت های این پالایشگاه است که می باید توسط پرسنل HSP تخلیه و امها شود که به محل تجمع انواع حشرات موذی از پشه مالاریا و مگس گرفته تا انواع حشرات و جانوران خزنده تبدیل شده است. کمپ‌های خوابگاهی کارگران، هرچند داستان فاجعه بار این اقامتگاه‌های کارگری به سادگی قابل وصف نیست، اما شرح خلاصی از آن چنین است: به دلیل کیفیت بد آب مصرفی که لوله‌های دستگاه آب شیرین کن خارج می‌شود و نیز به دلیل موجود بودن بیش از اندازه کلر و دیگر ترکیبات شیمیایی در این آب، استفاده مدام روزانه از آن سبب ایجاد عارضه‌های پوستی و ریزش موی سر می شود. در این خوابگاه در هر اتاق 3x4 به طور میانگین 7-8 کارگر ساکن هستند. هر سلول خوابگاهی تنها یک ماشین لباسشویی دارد که یه صف زیادی جلوش باید باشه و تازه از ساعت 10 شب به بعد ممنوع استفاده ازش. اتاقا تو این سوله‌ها فاقد امکانات اولیه همچون یخچال هستن. تو هر سوله فقط یک عدد یخچال عمومی و آشپزخونه قرار دارد. تو این هر سوله هر کارگر برای ورود به کمپ یک تشک به همراه یک بالش پتو از انبار کمپ دریافت می‌کند و پس از اتمام کار و تسویه حساب تحویل می‌دهد. این پتو تشک‌ها سالی یک بار شسته میشه و متأسفانه ساس و شپش به شکلی بسیار گسترده تو این سوله‌ها شیوع دارد. و کمپ‌های مهندسی و کارگری از یکدیگر تفکیک و کمپ‌های مهندسی مجهز به تمامی امکانات رفاهی از قبیل سالن‌های ورزشی و بدنسازی و زمین چمن طبیعی و مصنوعی و آبشار مصنوعی و پارک تفریحی و رستوران و دیگر امکانات رفاهی و حراست کارفرما به صورت شبانه روزی اونجا رو تحت حفاظت داره. شرایط کار این کارگران اینه که به کارگران اول که اونا رو استخدام میکنن وعده و وعید میدن و بعد حقوقا به طور میانگی هر 4 ماه 6 ماه یک بار بهشون پرداخت میشه. در مورد نحوه استفاده از مرخصی بر اساس روالی که تو جریانه، معمولا پیمانکاران با گفتن که کارمون پیشرفت نداشته، فعلا کمبود نیرو داریم، سعی میکنن این کارگران رو مرخصی ندن یا اونا رو تهدید به اخراج میکنن و بعضا بیش از 2 یا 3 ماه مجبور به موندن سر کار میشن. و به این طریق پیش از تعطیلات نوروز کارگران شرکت مارون پرتو به خاطر همین وضعیت اعتصابی داشتن، دست به اعتراض کردن و به هر حال اصلوی هم همونطور که اخبارش بارها شنیدیم مرکزی است از اعتراض و مبارزه. من سعی کردم خلاصه کنم به خاطر وقت برنامه. متشکرم فریدون رضایی، ولی گزارش گویا هست و نشون میده که جهنمی به اسم عسلویه چه بر سر کارگران میارن. کارگرانی که ماها از خانواده خودشون دور میشن، میرن اونجا تو خوابگاه اونجا زندگی میکنن، اونم تو این شرایط. و اونجا یکی از محلات مراکز اعتراض هست و این همه هزاران کارگر اونجا جمع هستن. مهمه که خواستاشون رو به صورت بیانیه بنویسن، قطعنامه بنویسن، اولتیماتوم بدن. به هر حال تو برنامه‌های آینده بیشتر صحبت می‌کنیم. متأسفانه وقت برنامه پایان گرفت اینطور که اتاق فرمان به من گفتن. بله وقت برنامه پایان گرفته. متشکرم که همراه ما بودید
و بقیه گزارش ها رو در هفته آینده باز به اطلاعاتون میرسونیم. با این برنامه همکاری کنید و برای ما گزارشات خودتون رو بفرستید. برای همه شما شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.